آقا کریم، خدا کریمه، یه موقع قصه مسته نخوری کوکا. یالا که درست میشه. گفتی بعد سربازیت نفت خوندی؟ نه، روابط عمومی نفت و گاز. من نگفتم نفت خوندم که. چه خاکی به سرم بریزم؟ بچه هم کجا رفت؟ خدا مرد چرا اینقدر سر به سر این بچه میذاری؟ الان با کی داره میگرده؟ خونه ای کیه؟ ای خدا خودت کمکش کن. ای خدا خفه شدم مالک جان. ایت چی میگم، این شغلی که میگی خوبه؟ از زندگیت میچرخه؟ ما دو سه تا شغل دارم خدا شکر میگذره. فقط تو شغل نداره. یه سوال، چطوری شغل نداری قد دراز شدی؟ میشه اونو خاموشش کنی؟ مو چیزی ما مو غیر فوتبال خب تو کار فیلم سازی و اینا هم هستم. فیلم میسازی؟ نه فیلم نمیسازم، ولی تو صحنه هم خب هر کاری باشه مثل آچار فرانسه به ما میگه انجام میدم. یعنی بازی هم میکنی؟ آه به چی بازی، که تو کل فیلم های خوزستان برو تو تیتراجش ما بازی دارم. بابا خفه شدم از این گند ماهی. کریم جان بدت میاد ابو ماهی؟ بله بدم میاد. میشه خواهشی بکنم جان؟ خب بیا. میدونم دیگه بدت میاد. این خاموش کنم خام. نه اون اصلا مهم نیست، روشن بودن یا خاموش نبودنش. میشه به من نگی کریم؟ ما دیگه دهنم پرید. ببخش. میشه خواهشی دیگه بکنم؟ تو گفتی دیگه، نمیگم کریم دیگه، به چی دیگه؟ نه اونم مهم نیست، بالاخره تو انسانی، از دهنت پرید کریم. سعی چه فرقی داره، دستم خالیه. آخه پول میخه به من میخوره از تو پول بخوام؟ میگی دستم خالیه؟ خب بله خالیه، ولی میتونم خودم پرش کنم. یه نگاه به خودت بکن، یه نگاه به من. کار میخوام. خب کارم برادر میگم. چه کار میکنی؟ با دعوا داری؟ یعنی هر کار میتونی برام اوکی کنی؟ یه تلفن میزنم به چه اینجا؟ بای دلم چقدر شروع میزنه. خدایا مردم، مردم از دلشوره. مامان کجا؟ شما که اصلا ککتونم نمیگزه. انگار نه انگار سعیدی توی خونه بوده. مادر من الان این موقعی شب شما جایی و بلد نیستی، کجا میخوای بری؟ چیکار کنم؟ بذار تو بشینم بازی بازی کنم. آخه ماما سعید که تو جایی و بلد نباشه که نمیره، میشناسیش که. اینجا کسی رو داره بره؟ حتما داره، ما از کجا میدونی؟ سعید اهل رفیق و رفیق بازی نیست. شاید باشه، شما از کجا میدونی؟ من مادرشم یا تو؟ دیخو منم خواهرشم دیگه، حتما یه چیزی میدونم که دارم میگم. پس یه چیزایی میدونی؟ بله خب، ولی خب قول دادم به هیچ کی چی نگم. حتی به من؟ حتی به شما. باشه، اصلا به من چه مربوطه؟ با هم کار کنیم؟ آرچ با هم؟ گدارو کاچی. چی؟ گدارو کاچی؟ کنار خودم. تدارو کاچی؟ تدارو کاچی نه، تدارو کاچی. مرد صبح تو میدونی من کیم؟ نه من یه لحظه فراموش کردم، حواسم به ماهیا بود. شما کی هستی ببخشید؟ من یه مخترم. من معذرت میخوام، من معذرت میخوام. الان تماس گرفتن یه پست همی الان خالی شد. افتخار میدین مدیر عامل بشین؟ برو خودتو مسخره کن بابا. جمع کن یاد تو توهم میکنن. ناراحت شدی؟ خب بشو به درک. آقا ایشکی اینجا نمیشناسد، اصلیتت مال اینجا دلیل نمیشه که. تره هم بارد نمی کنن. میخه بری هم برو، بری دیگه پشتت نگاه نکن. تدارو کچی هم به دردت نمیخوره، ارزش نداری. چرا؟ سر کار گذاشته تو رو، عمرن عمره سراغ دوست دوران سربازی. حالا که رفته؟ نمیره. مامان جان رفته پیش رفیقش مالک. مالک؟ بله.
حالا پسر قابل اعتماد است. من چه میدونم، مگه من دیدمش؟ مامان به بابا چیزی نگی یا میخوای ناراحت شو، میخوای ناراحت نشو. من یه حقیقتی میخوام بهت بگم، دو را بیشتر تو کوکا تو زندگی داغ کریم نداری. یک، سرت بندازی پایین جلو بری جلو پدر مادر بگی من اومدم، یا اینکه واقعا دیگه بلند شی رو پا خودت وایسی، دستت بره تو جیبت کار کنی دیگه، این کار بده این کار خوبه نکنی، هر کاری شد بکنی. ممنون از نصیحتت. باز ادامه داره نصیحتو. شما فکر میکنی الان ما خودمو این کاری که دارم انجام میدم ویشم بود؟ آرزون بود؟ نه، ما اصلا روزی که رفتم تو تیم فوتبال رفتم به عشق نوک حمله ای، گلزن نوک حمله، الان اینجا تو نوک حمله تو سن خر مشحسن داری، اون وقت میخوای نوک حمله بازی کنی؟ شما آمار سن خر مشحسن داری؟ بله دقیق میدونم، شما سن تازه بیشتر هم هست. باشه یه ویش دیگه هم داشتم ولی باز به اونم نرسیدم. سرمربیگری، الان من سرمربی کجام؟ دیوارم شدم چی؟ دیگه خود فکراتو بکن، ببین چی کار میکنی، تصمیمتو بگیر. سلاح مملکت خیش خسروان دانه، ما دیگه نمیدیم، ما گفتم دیگه. جونا عزیزم اومدم. ببین اصغر آقا، خانومم داره صدا میکنه، ما رفتم داخل، تو فقط صدام کن بگو ما با تو کار دارم، فهمیدی؟ من بگم بیا اینجا کارتون دارم؟ ها تو بگو. من که با شما کاری ندارم عزیزم، فرضیه، همینجوری تو کار نداشته باش، فقط صدام کن باشه. چرا؟ ای بابا چرا نداره، خب فقط صدام کن. خواهی دست خانومتون فرار کنی؟ آباری که علیه شیط بلدی ها. من دوست دارم تو دعوای زن شوهری دخالت کنم. آقا دعوای زن شوهری کدوم بود تو؟ نه ای فقط صدام کن، کارت نباشه قربونه. نه من نمی کنم. نه بجب آدمی لج میکنی؟ نه نمی کنم. حرف آخرت؟ حرف میکنم. با ما لج میکنی ها؟ اگه کندوف حالو میفهم. من میرم به معمار گزارش میدم. برو به هر کی دل خواست گزارش بده. بفرما لطیف. جونم من دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. اگه منظور سعید قربونت برام که این بچه جربوزه بیرون موندن نداری، نگرانش نباش. مگه جربوزه نداره؟ دیشب کجا خوابیده؟ من چه میدونم کجا خواب، ولی برمیگرده الا فدایت. برای چی بغض میکنی آخه تو جانم؟ آقا شما بازنه تو ماشین چرا کار کارگری بیچاره ما رو خراب می‌کنی؟ بابا چی میگی آقا؟ این چی میگه؟ مو چی میدونم چی میگه؟ با تو با منی؟ بله با شما. با ما حرف می‌زنی؟ آره تو با کی داری حرف می‌زنی؟ بله با شما. چی داری میگی تو؟ کار کارگری بیچاره ما رو چرا خراب می‌کنی؟ ما با کی تو اشتباه نمی‌کنی؟ چرا چش ابرو میندازی؟ میگم چی؟ آره دیگه چش ابرو میندازی؟ مو چش ابرو. هلو مستر. کام. برو دم حال کارت آقا. برو رد کارت. Hello, sir. Madam. خوش آمدید. بفرمایید. Welcome. Thank you. Glad to see you. Yeah, see you. Coming. My home. My خونه. خب. بعد میریم به... Hello. Jana, my John. We had good time here? Yeah. You know, it was a lot of fun. We managed our time and we all decided to stay here for more 3 days. Chi? میگن اومدیم بمونیم سه روز. سه روز بمونین اینجا؟ جدی میگی؟ شوخی میکنی؟ شاید اشتباه میکنی من؟ حالا خودتون نوازین، خود لبخند بزنین. لبخند خیلی خوب، خیلی خوش آمدین. قدم
Welcome my eyes. منظورش اینه که قدمش رو چشم. آه بابا قدم خیلی خوب، خیلی خوش آمدین. حالا آچه آقا ایک چره تایی درسته and one condition. آه میگه یه شرط دارن. شرط شما آمدین بمون مهمون و ما وقت شرط بر ما میذار برن بابا بگو برن. آره بابا آره چی نزشته؟ You should take money from us. آها میگه باید بابت میگه بابت این سه روز باید پولشو بگیر. آها پولشو بگیر. باید دمتون گرم. احسنت. حساب کتاب دستشون هست. میفهمن بابا مرغ و گوش داره گرون میشه میره بالا میشه. قیمت نخود و فلافلت هم رفته خب بالا. چطور سعید که از این خارجی پول گرفته بود تو انداختش از خونه بیرون؟ مو انداختمش بیرون چرا بر خود حرف میسازی؟ خودش رفت. بعدش قربونت برم اومد مهمون بودم مهمون که نمیشه ازشون الان اومدن تفریحات هالیدی حال میده هالیدی نه هالیدی بفرمایید تو بیاین بفرمایید برو تو خوش آمد لبخند بفرمایید برین تو جنوبی چی شد اونا؟ آقا پنج دقیقه بازی کن بعد آب بخور. هی آب. والا به خدا. من نمیست چی کار میکنم. ما رو بگو نگران تیم. بازی میکنی؟ آی جنوبی! چطوری رد دادن؟ آب برسون با آوردیم از تشنگی. اون با توه؟ اینجا مگه فقط من جنوبیم؟ شما جنوبی، من جنوبی هم، اون آقا اینجا جنوبه، ما را همه جنوبی هم، شما نیست که سعید، نروژیا برگشتن، هممون بهت نیاز داریم، تو هم باید برگردی من نمیام نمیای؟ خیر، اصلا اصرار نکن، امکان نداره من پامو بذارم تو خونه باشه سعید، خدافز وای سهل ازه خب یه لحظه صبر کن بابا گفته بیایی دنبال نه. مامان، نه. سینا، نه. مطب که در جریان نیست، فریبرز که آدم نیست بس کی؟ سعید هیشکی اگه اجازه میدی من برم چرا وای سلزه مالک خیلی رو اعصابه چرا حرف میزنه حوصله‌مو سر میبره چرت و پرت میگه اصلا یه جوریه سعید اینا به من هیچ ربطی نداره بذار من برم وایسا اصلا باورت نمیشه من مهمانشم فکر کنم مهمان دیشب مجبورم کرد ظرف بشورم خونه رو آب و جارو کنم یه انسان اصلا دیگه نمیتونه اونجا بمونه اینا به من هیچ ربطی نداره برم چه خنگه ببین تو فقط به من بگو کی دلش برام تنگ شده کی تو رو فرستاده مامان یا بابا اینا رو به من بگو من به هیچکی نمیگم برادر خواهرم دیگه سعید هیچکی به من چیزی نگفته بیا برو آبو بده دست اینا گناه دارن باشه فقط به خاطر اینکه اصرار میکنی من برمیگردم وگرنه منو میشناسی من خیلی لجبازم فقط به خاطر تو مامان و سینا الازه وایسا برم پیرهنمو بپوشم برمیگردم جای نریا دست درنه کن، دست درنه کن، مرسی چیه؟ پوله رد کن بیار مشقاتو نوشتم دیگه نوشتی که نوشتی، پوله بره، اون جداه هشت صفحه مشق نوشتم 1000، اینم 2 تومن میشه 10 تومن 2 تومن؟ 2 تومن رو به گدا میدن، چیه؟ بابا این تورم، تو تو هم تأثیر بازش نرخت رفته بالا، بذار تو جیبت، بذار تو جیبت، بعدا صحبت باش مشقه بگیر پاشو به جان، بودو خبریه؟ این توریستایی که اینجا هن عکس گرفتن فرستادن واسه رفیقای جهانگردشون اونا هم انقدر از اینجا خوششون اومده میخوان بیان اینجا رو نزدیک ببینن تاریک الله دمشون گرم چقدر شما ساده ای خواهر من اینا رو گفتن علیکی گفتن که تخفیف بگیرن این یه روز فقط یه روز آیه یس نخونه میمیره من آیه یس نمیخونم من میگم اینقدر خوشبین نباشی آقای مختره بعد از این شما حاضری شرط ببندی؟ بله شرط چی؟ شرط این که اگه حرف غلط از آب در اومد امشبا همینجور به خوابی تک و تنها شرط ببنسه ای بذار یه امشب درست بخوابم ها؟ چی میگی؟ مقصر منم که واقعیت‌ها رو بهتون نشون میدم ما حاضرم دوباره با شرط ببندم قبول کردی خبرم کن بفرم ببین
سعید بجنبا، بودو منتظرتا. ویلته با ویلته، پس چتونه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی شما؟ والا من که هر وقت تو این حرفو میزنی چهار ستون بدنم میلرزه. ببخشید ما الان چی گفتم مثلا؟ همین که میگین یه ایده جدید به ذهنتون رسیده. آها بذارین ما حرف بزنم بعد واکنش نشون بدین. خب ما میگم این خارجی ها از مهمون نوازی ما خوششون اومده. از کجا معلوم که از مهمان نوازی ما خوششون اومده ها؟ مگه نمیبینی برگشتن؟ بابا اون موقع مفتی بوده، الان میخواه ازشون پول بگیریم، داستان فرق میکنه، شاید الان راضی نباشن. میذاری بالاخره بابا حقشو بزنه یا نه؟ منظور بابا اینه که ما اینجا رو تبدیل کنیم به یه هتل و پولمونم در بیاریم. آقای مختره اونو ببندم؟ ببند. ما میگم آقا جان ما اینجا رو میتونیم بکنیم یک اقامتگاه توریستی خوشگل، اتاق هم فتح و فراوان داریم. بفرما. آخه پدر من به خاطر چهار تا خارجی که ماشینشون خراب شده و به ناچار به ما پناه آوردن که نمیشه همچین تصمیم عجولانه ای گرفت ها؟ نه اصلا تصمیم عجولانه، این تصمیم رو بگیریم، پولش از کجا بیاریم؟ بعدش ما خودمون اون از روی ناچاری اینجا موندیم. مرد اصلا بابا چی میاد اون هتل بالا بالاهای مال شهر رو که خیلی باکلاسن ول کنه بیاد اینجا؟ با احترام به تمام نظرهای مخالف، ولی من نظر کارشناسیم به بابا نزدیکتره. به نظرم کاملا ایده‌های خوبی میشه واسه اینجا داد. ای جونم به نازم به این دختر الهی. یکی بفرمایید. البته من توی این مدت کم تحقیق کردم، فهمیدم که این منطقه پتانسیل توریستی فوق‌العاده‌ای داره. ای جونم دختر جونم. آقا پس بزن بریم. کجا؟ بریم شروع کنیم دیگه. من کمک نمیکنم. شما شکر میخورید. من فقط کمک بابا میکنم. حالا شدید. بفرمایید. بفرمایید کارش. ولی خب بذارید من یه چیزی رو بهتون بگم. آقا منم دارم نظر کارشناسی میدم دیگه، چرا اصلا به من گوش نمیدید؟ از نظر من این کار نشدنیه. من خدا. من خدا. سلامت. آه بریم، بریم به سلامت. چیه بابا؟ میگم حرفی داری همینجا بزن، غریبه تو اون نیست که. البته فکر بکنم. اوه چی شد؟ این چه حرفی بود؟ مگه چیز بدی نگفتم؟ بابا این بچه هم ظرفیت شوخی نداره، لوس بارشو بردی. خب میخوایی منم برم؟ ای ماما پس برای چی برای بابا چه شب روم میومدی؟ اگه من نبودم که الان دم در خلوت کرده بودیم. خب من نمیخواستم تو دلتون خالی شه. ببین اگه کسی قرار تو دلش خالی بشه این مونو میگم ما تحملش ندارم. اگه میخوای به مامانت بگو، صلاح الدین به ما بگه. ببین من خیلی خستم، به من اشاره نکرد که، به شما اشاره کرد. آه اشاره کرد، بفهم. خب بابا اگه قرارمون نگران بشم یا اعصابم داغون بشه همین، نه الان نه، فردا بگو. فهمیدی؟ فردا. انگار بابا حالش خوب نیست. نه خیر خوب نیست، شما هم بفرمایید. بابا هرچی دیرتر انجامش بدیم بدتره. چه بزرگ خارجی هست؟ حرف بدی بهت زدن؟ چیز بدی بهت گفتن؟ یا اینکه زبونم لال بوی جاسوسی به مشامت خورده ها؟ کدوم؟ نه بابا ما بدون مجوز نمیتونیم ادامه بدیم دیگه. آه مجوز کشتی منم، ما نصف جون کردی که دختر. شما متوجه حرفم شدین؟ ها که متوجه شدم. شما گفتیم مجوز لازم داریم. مجوز مهمون سرا. خب خب دوندگی داره اساسی، کلی هم پول میخواد بابا. آه پول میخواد؟ نه انشالله پولش هم جور میشه، چیزی نیست. حالا اینا چیه؟ شرایط گرفتن مجوز. میگم انجام همه اینا لازمه. آره بابا.
خب لابد پول زیاد میخواد نه؟ منم همینو میگم دیگه، ما کلی پول الان لازم داریم. میگم دخترم چیزه نمیشه یه باشه که این کارو بکنه تا وضعمون خوب بشه نقدینگیمون. بابا بفهمن میبندنمون. یعنی چی میبندنمون؟ یعنی میان اینجا رو پلمب میکنن، جریمه‌مون هم میکنن. اگه جریمه کنن هم که دیگه محاله بشه مجوز گیره. بدش کن. سخته، نمیخواد. بیخیالش. چی بیخیال؟ خب میگم بیخیال وقتی کاری از دستمون بر نمیاد چیکار کنیم خب؟ بابا منو بگو فکر میکردم تنها کسی که عزمش جزمه واسه این کارا شمایی. خب عزمم جزمه. پس چرا ترسیدین؟ مونه ترس. خب همین الان گفتیم بیخیاله. حالا الانش هم میگم بیخیالش. خداوندا دلان را غم گرفته عذاب و غصه با ماتم گرفته عذاب و غصه با ماتم. یعنی فیسم انقدر تابلوه؟ خب بله، نمیشه ناراحت نباشی؟ نه نمیشه، یعنی میخوام بشه ها، سعیمو میکنم اما نمیشه. خب یه جور پولو جور میکنیم حالا. ها؟ یه امیدواری علکی نده. رویی که میشه داد. من که میگم برگردیم همون تهران. یعنی تو الان روحیه دادی به ما؟ بود دیگه، نبود؟ این بیشتر تخریب روحیه بود. میگه با چند نفر مخفی بیاریم بتونیم پولمون رو جور کنیم. آخه کی میفهمه؟ بله دیگه، پول یورو گرفتین زیر دهنتون مزه کرده. نمیدونین اگر جریمه بشیم میلیون میلیون باید پول بدیم. بعد چون پول جریمه رو نداریم هممون میریم پشت میله های زندون. من که میگم این فکر رو کلن از سرتون بنازیم بیرون. مادر تو یه دقیقه دندون رو جگر بذار. آقا الان ما چی کار کنیم به نظر شما؟ یعنی دست روی دست بذاریم، زانوی غم بغل بگیریم، کاری درست میشه؟ خب بهتره نیمه پر لیوانه ببینی لطیف جان. اقلا ما اینجا یه سرپناه داریم، این خوشحالت نمیکنه؟ وقتی هیچ درآمدی نداریم چه خوشحالی؟ مردم میرن تهران واسه کار و پیشرفت، ما عقب گرد اومدیم اینجا. خب قرض کنیم بابا. از کی؟ خاله قشنگم از کی؟ ما اینجا کسی رو میشناسیم ازش قرض کنیم؟ ای بابا تو این دور زمونه هر کی میبینه گرفتاری های خودش رو داره. مادر مگه میشه؟ میگم بابا مگه شما دوست بچگی نداری؟ خب بیا از اونا قرض بگیرید. مثل من وقتی که مثلا ساندویچ بخورم نمیبرم از اونا قرض میگیرم. خجالت بکش، تو میری از دوستات پول قرض میگیری؟ خب میگم فکر بدی نیست دا. یعنی چی فکر بدی نیست؟ خب قرض میگیرم، میرم ازشون میخوام کمکم کنن. آ چه اشکال داره؟ بابا یعنی شما واقعا از کسایی که معلوم نیست شما رو یادشون هست یا نیست میخوایم بریم پول قرض کنی؟ ما گفتم قرض میکنم. پس چی؟ ما گفتم وام میگیرم، وام. خب کمکم میکنم بعد بهشون برمیگردونم. خب وام همون قرض دیگه، چه فرقی میکنه؟ نه خیر فرقی نمیکنه. بعد چی جوری قسطاشو میخواییم بدین؟ خدا بزرگه، خودش کمک میکنه. یکی بود، اسمش چی بود؟ مساعد. مساعد؟ نه مامان شما چرا چیزی به این بابا نمیگین؟ مادر من ما مخالفت بکنیم یا نکنیم بابات هر کاری دلش بخواد میکنه. بابا خب بذارین خودش تصمیم بگیره. واقعا عجیبه خواهر یک مختره اینقدر بیعقل باشه. آقا خواهر قشنگم، ما اگه درگیر وام و قسط و قرض بشیم نابودیمون حتمیه. مادر تو نمیخواد ترس بخوری؟ مگه وام گرفتن به این راحتی هاست؟ بچه ها چی بگم؟ همه بانک ها مؤسسام که جوابم کرده. گرفتار شدیم ها. مشاور
چی میگی تو؟ نه بابا مشاور نباش. من میگم تموم اتفاقایی که افتاده داره به ما میگه تا دیر نشده برگردیم تهران. میشه لطف کنیم فکر نکرده حرف نزنیم؟ بله چون من فکر کردم. من میگم میریم تهران کار میکنیم، همونجا زندگیمون رو ادامه میدیم. همینجا میتونیم کار بکنیم، هم زندگیمون رو ادامه بدیم. مظاهر چی میگی تو؟ محافظ. سینا جان دست بردار مادر. منافق نبود؟ تو پرت نگو دیگه بسه. یافتم مجاهد. مجاهد؟ مجاهده که کیه؟ همونی که عکسشو تو آلبوم بهتون نشون دادم زری عکسشو تیکه و پاره کردی. تو عکس مجاهدو پاره کردی؟ وقتی یه رابطه تموم میشه برش چیه عکسشو باید نگه داره؟ چرا رابطتون تموم شد؟ خب دیگه برای که بعضی ها خوششون نمی آمد. من به تو گفتم رابطتو تموم کن با مجاهد؟ وقتی اونا با هم عروسی کردن ما رفتیم تهران، اونا هم اینجا اومدن. اونا؟ ها دیگه اونو فریبا. ای چه خوب اسم زنش هم یادته. ای بابا خب بذار ما آلزایمر بگیرم بعد همه چیز رو فراموش کنم. ای بابا بذار شام رو بخوره. بفرمایید شامتون رو بخورین. یه الان شما رو ببینه میشناسه؟ ای وای کدامشون؟ فریبا خانم یا همون مجاهده که زر عکسش تیکا پاره کرد؟ فقط امیدوارم مثل خودم الان روپا باشه. روپا بود تا همین چند وقت پیش، یه هایی تموم کرد، قلبش وایساد و تموم شد. میخواستم ببینمش، میخواستم باش حرف بزنم. اگه میخواییم بریم سر خاک شاه ببریمتون. نه دیگه، بمونه برای بعد. بابام همیشه از خاطرات خوبی که با شما داشت سامو تعریف میکرد. جدی؟ بله، ناینه ماما. آره بله بله ماما بله همیشه. بفرمایین تو، بفرمایین تو خواهش میکنم. ببخش، بفرم، بفرم، بفرم. کارت داشتم صداد میکنم. با خورما میل بفرمایید، اینا از محصولات خودمونه. به 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 دست شما در نکنه، خیلی ممنون، خیلی ممنون پسرم. میگم اشکال نداره به شما بگم پسرم؟ بله بله چرا نمیشه. آه خب پسرم ماشاءالله. ببخشید اسم شما چیه؟ فرخ. فرخ. آه فرخ. فرخ چشم برازنده ما شرقت و قواره به قاعده است. شما هم که باید فرخنده خانم باشین درسته؟ البته الان دیگه همه پریا صدام میکنن. آه پریا، پریا چه اسم قشنگی. شما خودتون بچه دارین؟ ها دارم. چند تا بچه دارین؟ چهار تا دارم، دو تا پسرم دو تا دختر. دو تا دختر. چند سالشونه؟ دختر بزرگم که مهتاب خانم باشه 33، نه 32، 33، نه نه همون 32ه، 32 سالش. 32، پس شوهر کردن. آب که شوهر کرده، شوهرش هم ماشاءالله مهندسه؟ نه آمو مهندس کیه، دکتره. داماد ما ببخشید داره نگاه کن، این دامادم بفرم. این آقا فریبوز، اینم مهتاب خانم. این خانم خوشگل کیه؟ این مارا، دختر کوچیکمه. مارا حتما درسم میخونه. نه نه درسش تموم شده، الان دنبال کار میگرده. شما خودتون چی؟ کاربارتون چطوره؟ ما بد نیستم، یعنی کاربارم خوبم که نیست، یعنی ما یه پروژه سنگین داشتیم بعد یه مرتبه حالا به مشکل برخورد. چرا همون تهران نموندین؟ نه نه کسی که دنبال موفقیت باشه اینجا براش بهتر تره.
پول و امکانات که باشه، هر جا باشی فرقی نمی کنه. ها خب ها، فقط ما امکاناتمون خوبه، یعنی امکانات داریم، فقط خب امکانات هم بدون پول که به درد نمیخوره. آره خب البته میشه پولو جور کرد، مثلا وام گرفت. وام گرفتن خب یه ضامن معتبر میخواد. ها خب اون انشالله جور میشه به امید خدا. بس حل دیگه، حل. ها حله حله. ما رفاقای خیلی قدیمی خوب دارم، آدم های بانفوذ، مثلا آدم هایی که بتونن زامن بشن. خیلی ما میشناسم شون؟ نه نه گمون نمی کنم بشناسی. موافق باشید ایشالله. سلامت باشی، ممنون. شما امری ندارین؟ چیز مخصوصی میدین؟ خواهش میکنم، فقط من اگر امکان داره یه خواهش کوچیکی ازت دارم. خواهش میکنم، بفرمایید. به شرطی که نه نیاریم. سعیمو میکنم، چشم. فردا شب برای شام منتظرتون هستم. منتظر ما؟ نه، یعنی به اتفاق خانواده. ها، نه نه، منظورم اینه که شام دیگه فقط. اگه دوست دارید نهارم تشریف بیارین، بیشتر باهاتون آشنا میشیم. نه نه، یه چیز دیگه منظورم بود. میشه بذارینش برای یه شب دیگه؟ قرار بود نه نیارین. آخه چیزه، منظورم یعنی حقیقتشون ما آمادگیشی نداریم الان. بله. با اجازه. ها سلام. ها راستشو بخواید من از این دعوت قصد و غرضی دارم. آه به جان خودم حدس میزدم. چی رو حدس میزدی؟ همین قصد و غرض دیگه. بله، فردا که انشالله تشریف آوردین خدمتتون میگم. میگم نمیشه همین الان بگین؟ مفصله، هول هولکی نمیشه. خب یه خوردش که میتونیم بگین، یه خوردش بگین. راستشو بخوای میخوام فرخ رو کمی نصیحتش کنی. ما فرخ نصیحت کنم؟ بله. خب اگه ما خودم آدم نصیحت کنی بودم، خودم نصیحت میکردم، بچه ها من نصیحت میکردم. فرخ میخواد زندگیشو دود کنه به فرست هوا. یعنی معتاد شده؟ بله. نه آه. یعنی معتاد شده، اما نه به مواد مخدر. به چی معتاد شده؟ به وقت تلف کردن. او ما هم از این معتادات خونمون زد یکیش دهی. او به چی معتاده؟ اون به اختراع. فرخ من به موسیقی معتاده. عزیزم موسیقی چیز بد اینی که میگم ساز تخصصی چیه؟ لوله پولیکا. تو مسخره اینی؟ نه شوخی نمی کنم. پس چی میگی؟ لوله پولیکا. البته من میدونم مشکل ای جوون چطوری حل میشه. چطوری حل میشه؟ ازدواج. آه اگه ازدواج کنه لوله پولیکا رو فراموش میکنه. خب خب حالا بگو ما چی کار میتونم براش بکنم. اینو دیگه میسپارمش دست خودت. دست ما؟ ها باشه خیالت راحت. میگم چیز دیگه نمیخواستی بگو؟ مطمئن چیز نمیخواید بگی؟ چرا؟ تی؟ مارال حتما با خودتون بیارین. مارال؟ آشنای مجاهد بودی یا خانومش؟ لا اله الا الله. باز شروع شد. نگو باز شروع شد. من میگم حالا که دیگه مجاهد مرده رفته خدا بیامرز، ما برای چی باید بریم خونهشون؟ خانم من حال و حوصله دعوا مرافعه ندارم. شما بهشون زنگ بزن بگو که نمیای. تو این هیری ویری که حوصله داره بلند شه بره مهمونی. ما معلوم نیست اصلا اینجا موندنی هستیم رفتنی هستیم. اگه رفتنی هستیم باشیم وسایلمون رو جمع کنیم. خب شما جمع کن. جمع کن خانم، جمع کن. برای چی اونو خوردی؟ نباید میخوردم. خوردم دیگه. می چیه؟ اون یه آرام بخش خیلی قویه. آها، پس بگو هرچی بارم کردی حالیم نشد، عصبانی نشدم، واسه همینه دیگه. مثلا چی گفتم من بهت؟ دیگه میخواستی چی بگی؟
هی به ما شک داری. گفتم بریم مهمونی، میگی نه نباید بریم. میگامت که اتفاقای خوب خوب قراره بیفتی، میگی نه. اتفاقات خوب خوب دیگه چی؟ خب دیگه هی میگی بریم برگردیم تهران جمع کنیم بریم. اصلا فکر نمی کنیم که اونجا خونه داریم نداریم، فقط بریم بریم بریم. اصلا کی گفته من به تو شک دارم؟ شک نداری؟ من از چشمام به تو بیشتر اعتماد دارم. تو واقعا به ما شک نداری؟ معلومه که ندارم. پس خب چرا نمیذاری بریم خونه فریبا اینا؟ فریبا؟ پس که اطلاع باش ندار شدی؟ بفرما بفرما، شروع کردی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفتم شک داری به ما دیگه. شک ندارم، ولی دلیلی هم نمیبینم که زن مردم رو اسم کوچیک صدا کنی. خیلی خب ببخشید فریبا خانم، خوبه؟ زن آقای مجاهد. زن آقای سابق، زن سابق آقای مجاهد، یعنی شوهرش مرحوم شده. قو به ما چه که مرده؟ آقا ولش کن این دعوا رو، اصلا کشش نده، لازم نیست. حالا فکر میکنی ما بریم خونشون چی میشه؟ اتفاقات خوبی برات میفته؟ ها یعنی اتفاق خوب برای هممون میفته. مثلا چی؟ اون خانم به ما کمک میکنه که ما وام بگیریم. باورم نمیشه اینقدر تو ساده ای. ها حق با تونه، ما آدم ساده میام، ببو هم هستم. آخه این زن باید برای چی این کارو بکنه؟ بابا یعنی تو اگه جای اون بودی حاضر نبودی کارو بکنی؟ معلومه که نمیکردم. چرا؟ چه معنی داره من شوهر مرده به یه مرد زندار کمک کنم؟ یعنی تو حاضر نیستی به دوست شوهرت کمک بکنی؟ آقا زاویه دیدت عوض کن، زاویه دیدت مهمه عزیزان، باید عوضش کنی. از چه زاویه نگاه کنم؟ از زاویه انسانیت. زاویه انسانیت مهمترین زاویه دیده انسانه، فهمیدی؟ تو باید زاویت عوض کنی تا درست بشه. نمیتونم زاویه دیدم رو عوض کنم. خیلی خوب نکن، ما مهمونی بمهمونی تموم شد.